سلام و عرض ادب خدمت دوستان نهایت گرانقدر، امروز در خدمت شما هستیم با تقدیم یکی دیگر از برنامه های کانال DDC فارسی و آموزشی داریم در مورد اینکه چگونه می شود یک پلیلیست یا چینر را از یوتیوب به طور کامل و بدون محدودیت دانلود کرد. ابتدا وارد یوتیوب میشیم، سایت یوتیوب، بعد ویدیویی که ویدیوها یا پلیلیست یا چینلی که میخواییم دانلود بکنیم رو سرچ میکنیم و مثلا لینوکس توتوریا اگه دروغ به اشتباه نوشتم و لیتوتوریال مثلا می نویستم و پلیلیستی اینجا برای ما باز میکنه. Hey guys, welcome to the first video on Linux command line tutorial for beginners. استاپ میکنی و میبینین که ویدیوهای زیادی اینجا داخل این پلیلیست هست و حدود 153 تا که بعد میتونیم این لینکه که در لینک باکس هست کپی میکنیم و تب جدیدی باز میکنیم و داخلش مینویسیم یوتیوب مولتی دانلودر دات نت. بله میزنیم انتر میکنیم. خب سایت یوتیوب مولتی دانلودر باز شد و در قسمت بالا سینگل لینک پلیلیست و چینر رو داریم و اگر بخواییم که پلیلیست بود اینجا پلیلیست رو دانلود بکنیم روی گزینه پلیلیست کلیک میکنیم و اگر یکی از ویدیوها رو بخواییم که مثلا این ویدیوی شماره یک بازه دانلود بکنیم همین سینگل لینک سیه و در قسمت لینک آن لینک رو پست میکنیم و اگر بخواییم که پلیلیست مکمل دانلود بکنیم روی پلیلیست کلیک میکنیم و کیفیت ویدیو هم از اینجا میشه انتخاب بکنین و در اینجا لینک خود رو پست میکنیم و منتظر میمونیم تا کامل بشه لیست ویدیوها ما. بله همه ویدیوها اینجا لیست میشه و شما میتونین به تنهایی تک تک این ویدیوها را با کلیک کردن روی این بخش دانلود بکنیم و اگر بخوایم همگی رو با هم دانلود بکنیم لینکی که اینجا داده رو کپی میکنیم، کپی و بعد میاییم در قسمت ترمینال و ترمینال رو باز میکنیم و مسیری برای فایلی که ایجاد میکنیم یک فایل تکستی ایجاد میکنیم که مثلا تچ ساری اول مسیر دانلود میتونم ساری دانلود بله تچ پلیلیست دات تکستی. بله فایل ما اگه لیست بگیریم پلیلیست کجاست کجا بله پلیلیست دات تکستی ایجاد شده و بعدن اوپن میکنیم پلیلیست خور. بعد وقتی باز شد لینکی که از اینجا کپی کردیم مجددا کپی میکنیم و بعد در داخل این فایل پست میکنیم و فایل رو سیف میکنیم و میبندیم. وارد برنامه پروگرسیو دانلودر یا دانلود منیجر میشیم و باز میکنیم. بله بعد در قسمت پروگرسیو پرفرنسز باز میکنیم پرفرنسز بعد در قسمت تاسک و مسیری که میخواییم فایل های ما در آن ذخیره بشه را برای برنامه میدیم مثلا لینوکس لرنینگ فولدر ایجاد کردیم و
میبندیم و بعد در قسمت فایل import from download فایل تکستی که ایجاد کرده بودیم و لینک ها را داخل آن پست کرده بودیم، playlist.txt بود که اوپن میکنیم و میبینیم که تمام ویدیوها اینجا لیست میشه و هر کدوم نخواسته باشیم میتونیم چکش رو بر بداریم تا آن ویدیو مستثنا بشه و دانلود نشه و در قسمت استارت میزنیم و ویدیو پلیلیست ما به طور کامل همه و همه به ترتیب دانلود میشه. نگاه کنین همگی در حال خب یک کمی منتظر میمونیم، نگاه میکنیم که ویدیوها در حال دانلود هست. خیلی کار ساده و آسانی بود و امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و سابسکرایب و لایک و کامنت هم یاد شما نره. به حمایت شما عزیزان نیاز داریم.